در مجله یغما صفحه 166 به نقل از کتاب ترفه ها نوشته شده که ناصرالدین شاه در سفری که به خراسان کرد وقتی به قوچان رسید شجاع و دوله که از قدرتمندان حدود شمال خراسان بود و در اون منطقه نفوذ و نیروی بسیاری داشت به حضور اون رسید ناصر شاه از قدرت اون در اون حدود سخت بیمناک بود چون اگه به دشمنی برمیخواست فرونشاندن فتنهش دشوار و شاید ناشدنی بود از این رو در این اندیشه افتاد که به فسون و تدبیر وی را به همراه خود به تهران ببرد بدین نیت به او گفت شجاع و دوله تو با من به تهران بیا تا از وجودت بهتر استفاده کنم و کاری خوب به تو بسپارم مظهر و دوله را جای تو به حکومت قوچان و توابع منصوب و برای سرحدداری هم کسی را معین می کنم. شجاع و دوله جوابی نگفت و مرخص شد. چند ساعت بعد وقتی پیشکش های اون از نظر شاه رو می چشم اون به جعبه در بسته افتاد و چون اون جعبه رو باز کردند شاه سر مظهر دوله رو در اون جعبه دید. ناصر دینشا به شدت ترسید اما به روی خودش نیاورد روز بعد در وقتی که سوار اسب شد خطاب به شجاع و دوله گفت کسی رو برای منطقه قوچان و بجنور و توابع و سرحدداری لایق در از تو پیدا نکردم همینجا بمان و به همین خدمت بپرداز ناصر دینشا به دلیل ضعیف بودن در حکومت و بیشتر به دلیل ترسیدن از خانهای ایران هیچ وقت مقابل این افراد نتونست اکسل عملی انجام بده تا جایی که به دلیل پرقدرت بودن و با بودن خان کردستان و برای ترس از تقیان و شورش اون بعد از مشاوره با وزرای خودش هنگامی که سفری به کردستان انجام داد دختر خان کردستان رو به اسم ملیچک رو خواستگاری کرد و بعد از مراسم و پایکوبی مفصل ملیچک رو به زنهای حرمسرای خودش اضافه کرد البته نباید هوا و حوث ناصر دین شاه رو هم در این زمینه نادیده بگیریم